بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت 11 شروع میکنیم. OOP Object Oriented Programming است. خب امروز با اکلیپس کار میکنیم. اکلیپس یک IDE است که تقریبا خیلی زبانهای برنامه نویسی را سپورت میکنن و سینتکسش هم میشناسه که شما با کدوم سینتکس کار میکنین. اگر با جاوا فرضاً کار کنین، اکلیپس خودش سینتکس ایرور شما رو شناسایی میکنه. بله؟ ریکارد چی را؟ خب اکلیپس که از پورتیبل است، نیاز به نصب کردن نداره. هست؟ شما فقط اونمو آرچیفش از اینترنت دانلود میکنین، بعد از اینکه دانلود کردین استرایک میکنین. مثلا خواهی هم چی شد؟ اکسترکت شد؟ گب نمیزنین؟ مک فولدری دیگه کرید میکنم با نام جاوا توتوریالز و اکلیپس انتخال میتون داخل جاوا توتوریالز و این آرشیفش را دلیت میکنم، کار نداریم. خب جاوا توتوریالز حالا میره باز میکنم. فقط بالا یعنی اکلیپس کلیک میکنین یا اوپن میگن باز میشه. اون تا پیش از اینکه اکلیپس شما کار بگیرین باید جدیکر نصب داشته باشین تا این اوپن شه. اگر جدیکر نصب نداشته باشین باز اوپن نمیشه. خب این قسمت بار اول که باز کنین از شما یک دایرکتری میخواه که شما در اون دایرکتری کدایی تانه نوشته میکنید. سایست؟ در یک ورک اسپیس ما براوس میگم، میم در درایو سی و فولدر جاوا توتوریالز. در این قسمت خب اکلیپس خیلی سبک کار میکنه، از خاطر دیگه آیدی هم هست منطور من اکلیپس خیلی خوش دارم چون خیلی سبک است. و با اکلیپس اگر کار کردین شما نیاز ندارین که هر بار کامپایل کنین باز رن بسازین. سیست؟ یک رن میکنین خودش کامپایل هم میکنه رن میکنه. او را ندیدیم. خب از این قسمت نیو میگیم، یک جاوا پروژکت انتخاب میکنیم. پروژکتی نیم خودم میمانیم لسن درس 11 است نه؟ 0 1 1. خب شما از قسمت میتونین ورژن جاوای خود انتخاب کنیم. من فعلا علمی 1.8 دارم و نیکست میگین و تمام کدایی که نشته میکنین در داخل سورس میاد بی بینش. ولی اگر شما کلاس خواستن نشته کنین یا پکیج نشته کنین من در داخل اینمی SRC نشته میکنین. خب من کلاس میسازم، بالای سورس رایت کلیک میکنین نیو کلاس فرزان میمونیم که مای
خب این قسمت یک وارنینگ مسیج به شما نشان میده. این وارنینگ مسیج به این خاطر است میگه که بهتر است که کلاس هایتان را داخل یک پکیج بارید. اون تا شما هنوز پکیج نمیفهمید، ما پکیج جور نمیکنم. بدونی پکیج؟ بله؟ پکیج. پکیج. خب این قسمت چند داره؟ آپشن داره. در صورتی که یعنی آپشن ها رو شما فعال بسازین. آپشن اولیش به این خاطر است که میگه ما خود متدی میرم بسازم یا نه. اگر کلیک کردین یا چک کردین متدی من خودش میسازه. هست؟ اگر چک نکردین باز نمیسازه. آپشن دومیش میگه مک کانستراکتر متد بسازم یا نه. من میگم نه. خب انرد ابسترکت متدز یا آپشن هم میمانیم. اما ابسترکت متد ها رو چیکار میکنن؟ انرد میکنن. خب این یک کلاس ساختیم، میبینید که تمام کارایش خودش انجام داده دیگه نه؟ یک پابلیک کلاس ساخته، نامش چی هست؟ مای اپ هست. فونتش ها در صورتی خواستن کلام کنیم این نینه قسمت پریفرنس در اینجا فون نشته میکنین، این انتخاب میکنین، من بالای جاوا یعنی قسمت جاوا ایدیتور انتخاب میکنین، ایدیت میگین و از اینجا بولت نمیگیریم، اجدا میگیریم، اپلای میگیریم. حالی بهتر شد نه؟ خب در صورت که من یک من کلاس باشه باید من متد داخل کلاس خود داشته باشه. صحیح است؟ public static void من یک شارکت هم داره که شما شارکت هم میتونید کار بگید. من نشته میکنیم کنترل سپیس انتر خودش رو تما چی میکنم؟ متد من نشته میکنم. حالا دیگه شما میفهمید متد من چی قسم نشته میشه. نیاز نیست بار بار بگیم به شکل سی کود کنیم. صحیح است؟ خب خب ما یک دانه وریبل میسازم در داخل کلاس. سری کلاس وریبل میگه چون در داخل کلاس تعریف میشه. string فرزن نیم یا تایتل hello java. ولی اگر ما بخوایم این تایتل در داخل متد من دیسپلی بسازم، اولی که شما میفهمید تا زمانی که شما یک کد در داخل متد من کال نکنین او کد اجرا نمیشه. صحیح است؟ فرضاً یعنی ما میخوایم یعنی هلو جاوا چی شه پرینت شه. از خاطر اگر ما تا این را در داخل متد من کال نکنم ای اجرا نمیشه. system.out.print هلن این حالی به نظرتان من میتونم میره کال کنم؟ نمیتونم نه؟ شما روزای قبل استاتیگ اگر یادتان مانده باشه خوانده بودین نه؟ گفتیم که شما وقتی میتونین بگ وریبلی داخل کلاس و میتونی داخل کلاس دسترسی داشته باشین که اونمو از داخل میتونی کال میکنین. در صورتی که استاتیک بود او وریبل و او متد هم باید استاتیک باشه که شما رو کال میکنید. در صورتی که استاتیک نبود باز میتونین استاتیک نباشه هم کال کنید. فرضاً فعلا یعنی وریبل تایتل استاتیک نیست اما متد من چی است؟ استاتیک است. پس ما از یک من چی متد استاتیک به یک وریبل نان استاتیک مستقیما دسترسی ندارم. به خاطر دسترسی داشته باشم باید چیکار کنم؟ این را استاتیک بسازم. سیست؟ ولی اگر من این رن بسازم رن میشه. خب ولی میبینین که همین تایتل چرا برمیگردانه؟ هلو جاوا را برمیگردانه. سیست؟ با وجودی که تایتل خودش یک وریبل است اما چیزی که برگردانده میشه چی هست؟ هلو جاوا هست. روزای قبل شما خوانده بودین که برگشتی یعنی چی؟ وقتی یک متد میگیم که
ریتون تایپش سترینگ باشه، وید باشه، یعنی چی؟ در صورتی که وید بود گفتیم هیچ چیز را بعد نمیگردانم. ارزن میکنم میتود میمانم get title. من یک گپ دیگه شما با وریبل های استاتیک یا با میتود های استاتیک از میتود های نان استاتیک با دسترسی دارین، فقط از استاتیک به نان استاتیک دسترسی ندارین، اما از نان استاتیک به استاتیک دسترسی دارین. فرضاً این میتودی که به نام get title نشته کردیم، میبینین که استاتیک نیست، اما یعنی تایتل چی است؟ استاتیک است. اگر من این تایتل بیارم بین قسمت دسترسی دار صحیح است؟ میبینی که داریم دیگه با وجودی که اگر استاتیک هم نباشه، چون از میتودهای نان استاتیک شما با استاتیک و نان استاتیک دسترسی داریم. خب فعلا ریتون تایم میتود گت تایتل چی است؟ وید است، نه؟ پس ما این قسمت اگر بگویم که system.out.println یا این نمیرم، اگر شما system.out نشته کنین کنترل اسپیس بزنه خودش system.out.println چی میکنه؟ نشته میکنه. ولی اگر ما گت تایتل کال کنم با اینجا کال کده نمیتونم، بخاطر چی؟ اولی که گت تایتل استاتیک نیست، دومی که اگر استاتیک هم باشه بازم نمیتونیم، به خاطر چی؟ گت تایتل هیچ مقداری را بر نمیگردونه، چون ریتن تایپش است وید است. خب ببین که استاتیک بسازیم که شما بفهمید، ولی استاتیک میسازیم اینی تایتل چی میکنه؟ مشکل پیدا میکنه است. با خط سرخ چی میکنه؟ نشان میتونه. چرا این باره اینجا ایرور داره؟ به خاطری که ما این استاتیک ساختیم، اینال این متدی ما استاتیک شد، پس از این متدی استاتیک بگ وری ولی نان استاتیک دسترسی نداره و تایتل چی است؟ نان استاتیک است. پس این را دوباره چی میکنیم؟ استاتیک میسازیم. میبینیم که هنوز هم در یک قسمت چی است؟ مشکل وجود داره. ای بار مشکلش چی است که متدی گت تایتل میگه هیچ چیز را بر نمیگردانه که شما را مستقیما پرینت نکنه، میگه شما فقط میتونین چی کنین؟ فقط گت تایتل را کال کنین، صحیحست؟ اینال اگر کال کنیم این به اینجا این متدی گت تایتل به اینجا چی میشه؟ کال میشه. کال که شد تمام کدایی که داخلش قرار داره چی میشه؟ اجرا میشه. پس اگر ما برنامه خود رن بسازم بازم اونمون هلو جاوا رو چی میکنه؟ دیسپلی میسازه. خب اگر بگویم برگردانه، فعلا هلو جاوا چی هست؟ یک استرینگ هست، نه؟ پس چیزی را بر نمیگردن. شما همیشه یک میتود که یک چیزی را برگردن، اول میبینین که ریتون تایپش چی هست، نظر به ریتون تایپ با شما میتونین او را به یک وریبل بگیریم. فرضاً اینی هلو جاوا چی هست؟ استرینگ هست. من اینجا یک استرینگ به نام str میسازم یک دانه وریبل، گت تایتل با او چی میکنم؟ اساین میکنم. آلی نمیتونه میکنه، به خاطر چی؟ ریتون تایپ گت تایتل چی هست؟ وید است. خیلی باید داره چی بسازیم؟ سترینگ بسازیم. خیلی ایره که سترینگ ساختیم باید از اینجا یک مقدار را ریتورن بسازیم، نه؟ از کلمه کلیدی چی کار میگیریم؟ ریتورن. و چی رو ریتورن میکنیم؟ تایتل. ولی اگر ما استیار را بگیرم به اینجا پرند کنم چی پرند میشه؟ اینمی هلو جاوا یعنی something، به خاطر شما تغییرات رو بفهمید. پس نمی چی میشه؟ برند میشه، میبینید؟ خب چه قسم شد؟ یعنی برنامه که وقت اجرا میشه از داخل متد من اجرا میشه، در داخل متد من اول get title کال میشه، پس این چی میشه؟ کال میشه. get title چی رو برمیگردانه؟ title. پس title چی رو برمیگردانه؟ هلو جاوا سم. وقتی که هلو جاوا سم با استفاده از تایتل برگردانده شد، به این قسمت به این معناست که نمی هلو جاوا سم است و اساین میشه به استیار و استیار چی میشه؟ پرنت میشه، صحیح شد؟
خب کدام وید باشه؟ به اینجا؟ به اینجا؟ کجا؟ اینجا؟ اینجا خواهید هستی؟ میتودی من تغییر نمیتیم میتودی من همیشه اینم یک سان هست کدام تغییر دارم؟ یعنی میتود تغییر دارم؟ خب تا این قسمت خو خیلی ساده بود نه؟ درس های روز قبل خب من یک دانه کلاس دیگه می سازم یک دانه کلاس دیگه می سازم به نام پرسن پرسن زیاد ما نمیسید نمیسید این یک دانه کلاس ساختیم اما بیرون از این کلاس هست هست؟ این کلاس میبینن از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه اگه این کرسر بگیرین شاید نشانم بده میبینین که نشانم بده نه؟ خب این از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه این کلاس بیرون از این کلاس هست این کلاس پابلیک نمیگیریم بگیریم نگیریم فرق نمیکنه ولی نمیگیریم چون یک دانه پابلیک به اینجا داره شما که یک پبلیک داشته باشین باز پبلیک دومه نمیتونین بگیرین سیست در داخل یک داره خب خب یک سیدین چی میتونه داشته باشه؟ میتونه یک نیم داشته باشه نه؟ سترینگ نیم بله خب من این قسمت هم میایم پاک میکنم چون این قسمت ها را فهمیدین دیگه استاتیک باید مشکل نداشته باشین بله خواهی با چی کدن؟ سهشت ما اگر بخوایم از کلاس استیودین در کلاس مای اپ کار بگیرم باید چیکار کنم که بیتانم کار بگیرم فرزن یک سیدین یک دانه وریبل تعریف کردیم به نام نیم من یک دانه میتود میسازم void set name میتود های set و get روزای قبل خوانده بودیم نه؟ set گفتیم به خاطر اپدیت کردن همیشه استفاده میشه شما یک مقدار را تغییر میدیم فرزن نیم در داخل کلاس تعریف شده هیچ مقداری داده نشده باشه داده نشده و تایپش هم string است string گفتیم که یک کلاس است در صورتی که تایپ یک وریبل کلاس باشه و در داخل کلاس تعریف شده باشه بدون کدام مقدار مقدار پیش فرضش پاسی است نل است فعلا نیم چی داره نل است یعنی مقدارش نل است خب متدای ست همیشه یک تونه پارامتر میگیره میتونه نگیره متا داشته باشه به خاطری که ما یک مقدار را به او پاس کنیم که اپدیت شه یعنی یک مقدار جدید پاس میکنیم پس ما اینجا یک وریبل میگیریم به نام نیم و اینی نیمه مقدارش را جدید میسازه چی اپدیت میسازه پس من میگم که هر وقت متد ست نیمه کال کردم یک نام به این متد ارسال میکنم و اونم به این نیم چی شده؟ اساین شده خیز خاطر من نیم مسایی به نیم میگیرم فعلا به این شکل کدام سنتکسی رو نداریم اما این درست نیست به خاطر که این قسمت از اینجا تا اینجا لوکال گفته میشه پس این هم لوکال وریبل است این هم لوکال وریبل است یعنی خود نیم به خود نیم چی میشه؟ اساین میشه این نیم اصلا اینیشالایز نمیشه
به خاطری که ما این همه بتانیم انیشالایز کنیم باید چی کنیم؟ از دز کار بگیریم. دز دات نیم باز کدام نیم کال میکنم؟ نیمی که داخل کلاس است و این نیم باز به این نیم داخل کلاسی میشه، مقدارش اساین میشه. و یک داره متد دیگه میگیریم. خب اولا میگیریم، خب اگر بگیریم ولی چیزی نداریم پس پرینت کنیم. یک داره متد دیگه میگیریم که این متد به ما نیم برگردونه. پس get name return میکنیم. چرا نیم از اینجا return میکنیم؟ نیم اینی نیم است. فعلا چرا ایرور داره؟ خاطر که ریتون تایپش void است. در صورت که void باشه شما return کده نمیتونیم. نیم چی است؟ string است. باید return type چی باشه؟ string باشه. سه است خیبه این که نیجا object شده سازه. ما اول چی کار میکنم؟ از کلاس student یک دانه وریبل به نام student میسازم. اما متوجه باشین این student S اولش چی است؟ بزرگ است. این S اولش خود است. شما این رو کلان مانده؟ نمیتونیم. سه است به این شکل باید چی باشه؟ خود باشه. خب من این student هم میایم به اینجا چی میکنم؟ اینجا فعلا یک وریبل به نام student است نه؟ اینجا object شکلت میکنم. اینی رو چی میگه؟ object student. سه است؟ اما شما این student ها قسمی که میبینین دسترسی ندارین. بخاطر این static نیست. من متد چی است؟ استاتیک است. اینال چی میشه؟ سیه میشه. پس ما با استفاده از student دات میگم باز چی میشه؟ کال میشه. خب دات که ماندیم چی کال میشه؟ چون فلان student object کلاس student هستی، پس وقتی دات میمانم فقط اونمو متد ها و وریبل های کلاس student چی میشه؟ کال میشه. در کلاس سیدن فلان چی را داریم؟ نیم داریم. دو متد داریم، set name و get name. پس اگر ما دات بانم میبینین که اینجا نیم داریم نه؟ یعنی دیگه متد ها سپر کلاس میاد است که این ما شما نداریم. اما اینجا set name داریم میبینین و get name هم داریم. get name یک مقدار را برمیگردم. اون مقدار چی است؟ نیم است. ریتون تایپ چی است؟ استرینگ است. پس ما در اینجا میتونم با استفاده از یک استرینگ چی کنم؟ بگیرم برگردم std مساوی به student.get نیم. اگر حالی ما پرینت کنم میره std را چی را برمیگردانه؟ نالا برمیگردانه. سه است؟ بخاطر چی؟ چون نیم در داخل کلاس تعریف شده و هیچ مقداری به او اساین نشد. خیلی قبل از گیت کردن ما چیکار میکنم؟ اپدیت میسازم، ست میکنم. پس با استفاده از student متد چی رو کال میکنم؟ ست نیمه. ست نیم میبینین که یک دانه پارامتر داره دیگه نه؟ پس یک دانه پارامتر داره. این پارامتر تایپش چی است؟ string است. پس شما مجبور هستین از اینجا چی پاس کنین؟ string. مرزن محمد. ولی اگر ان کنیم باید چی باشه؟ محمد. چه قسم میشه؟ objectش به اینجا create میشه، به اینی variable student assign میشه. پس این خودش فعلا یک object شد. با استفاده از object class student ما method class student که به نام setName از کال کردیم. چون متد setName یک دانه وریبل داشت، تایپش بود string، پس از اینجا مجبور هستیم که یک string پاس کنیم. این میای به این قسمت و از این قسمت میای به اینجا و او هم چی است؟ داخلش محمد است و محمد اساین میشه به این نیم. این را چون با دس کال کردیم پس اینی نیم است. پس حال این نیم مقدارش چی است؟ محمد است. در این قسمت باز ما دوباره این دفعه کدام متد کال میکنم؟ get name. پس get name name return میسازه
نم مقدارش چی شده بود؟ محمد خب تو خانده نیست مقدارش چی شده بود؟ محمد سیست؟ ولی پس این قسمت چی برگردانده میشه؟ محمد و ساین میشه با STD و با استفاده از system.out.print STD که print میشه او چی هست؟ محمد است. خب چی هست؟ خب هنوز خب تا یک قسمت خوب صحیح شد اینال یک گپی دیگه ما نمیخوایم با وریبلا میتوده کلاس سیدین با استفاده از آبجکت دسترسی داشته باشم پس چی رای حل دارم اینجا؟ اینا مایره پاک میکنم آبجکت از اینجا چی میکنم؟ پاک میکنم ما میخوایم به این سید نیم و با گیت نیم و با نیم بدون ساختن آبجکت چی کنم؟ دسترسی داشته باشم سهیست؟ پس تنها رایی که دارم باید اینا را چی تعریف کنم؟ استاتیک تعریف کنم سهیست؟ پس ما وریبل خودم به اینجا چی میگیرم؟ استاتیک میتود خودم به اینجا چی میگیرم؟ استاتیک ایرم چی میگیرم؟ استاتیک خواهی را میبینیم که cannot use this static context چرا؟ خب 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 میگه شما با دس نمیتونین یک استاتیک کال کنید پس شما همیشه خب اینا در این قسمت در صورت که داخل کلاس شما یک دانه وریبل یک دانه متد کال میکنین با استفاده از استاتیک نه؟ بدون آبجکت کال میکنین مستقیما نامشه میگیریدین فرضاً اگر این متد داخل یعنی کلاس مای اپ می بود فقط چیکار میکنین؟ در اینجا نشته میکنین get name نه؟ بنشن اگر استاتیک می بود اما فعلا get name نمیشناسن به خاطر چی؟ get name در داخل کلاس مای اپ نیست در داخل کلاس چی است؟ student است پس در اینجا چرا دارین که شما استاتیک بدون آبجکت کال کنین؟ تنها رایی که دارین با استفاده از نام کلاس میتونین کال کنین سهست؟ نام کلاس چی است؟ student است dot get name میبینیم که get name اینجا چی داریم؟ دسترسی داریم های ما اگر بگیرم برندش بسازم نالا باید دیسپلی کنم خب نالا است دیگه چیزی نداره سهیست؟ خب بین که قبل از این که ای را دیسپلی بسازیم یا برگردانیم خب چرا دیسپلی نمی سازن نالا بفهمید؟ به خاطری که گیت نیم یک مقدار را بر میگردانه وقتی برگردان ما باید را چیزی که برگردان داشته باره پرنت بسازیم ولی پرنت نسازیم ولی سهیست؟ ولی باید چی باشه؟ نال باشه بیشه خب من اینجا student dot name میگیرم ولی با اینجا چی میکنم؟ student dot set name a name of the student خب ولی باید یه رو چی کنه دیسپلی بسازه صحیح شد؟ این بود از درس کامل student student نه static و ساختن object اما object دارین تا دانست نخونه خب بس هسته یا نه؟ بیش بریم خواه